انرژی تو رو اسکیل اسسمنت بذار، زبان بذار، ثبت کن، بعد برو گامای بعدی. ولی طراحی سایت اگه بخوای بری جلو، خود طراحی سایت که نداریم، رشته مثلا باید وب دیزاینر رو بیاد جلو. وب دیزاینر نه، وب دیولپر نمیتونی بیای چون میره سازمان ACS، اونجا نمیتونی تو بری، به خاطر اینکه یعنی بری تمام سابقه رو دست میدی اونجا، و چون مدرک مرتبط نداری 6 سال سابقه میخوای، 6 تاش برش متوسطش نداری 6 سال. در اصل وب دیولپر رو من توصیه نمیکنم، ولی وب دیزاینر گروپ بی وتسس، تو میتونی با فیزیک با رشته وب دیزاینر اقدام بکنی، ولی 3 سال از سابقه کارتو برش میزنه وب دیزاین. سابقه هاشم باید بیاری دیگه، باید نشون بدی که تو چه شرکتی کار کردی به عنوان وب دیزاینر، اون شرکت بهت نامه کاری بده، فیش حقوقی بده، سابقه کار بده که با اون بتونی بیای جلو. با یک مؤسسه دیگه که صحبت کردم گفتن سابقه کار رو انگار فقط همون نامه سربرگدار شرکت اوکیه، که بعد مثلا اونا ایمیل میزنن، فقط ازشون استعلام میگیرن که آیا همچین شخصی بودی، یعنی مثلا بیمه و ایناها الزامی نیست. نمیدونم درست گفتم بمیانه. توی سازمان وتسس سابقه کار که نیاز داره نامه کاریه، فیش حقوقی که کارفرما روش یه دونه مهر بزنه، قرارداد بین شماست. اگه بیمه داشته باشی قرارداد نمیخواد، اگه بیمه نداشته باشی قرارداد میخواد، امکان نداره بدون این بتونی اساس بگیری. آزمون ناتی و من اگر بخوام شرکت کنم، حالا با توجه به دانش زبانی که دارم هیچ ایده‌ای ندارم که این آزمون چجوری، ولی میدونم 5 امتیاز داره، اینو پیشنهاد میکنه که انجام بدم یا شانسم ببرم بالاتر یا نه؟ تو میخوای پلکانی بیای اینجا شانستو بررسی کنی بالا. بله. خب تو میخوای بالا، کاری که من میکنم اینه که من میگم تو بیا اینجا شانستو بررسی کن، بعد هر چی میتونی اقدام کن توی این مرحله، دوباره یه پله دیگه بیا بالا اینجا، و اینجا حالا شانستو بررسی کن و اقدام کن، و دوباره یه پله دیگه بیا بالا بررسی و اقدام کن. من میتونم اینه با اسکیل ورکر، من خوب جواب میگیرم ازش. حالا این یعنی چی؟ پله اول تو الان اینجایی، هنوز شروع نکردی. خب اینجا تو یه دونه اسکیل اسسمنت میخوای و یه دونه زبان، یعنی شروع میکنی اسکیل اسسمنت تو میگیری، بعد زبان تو میاری، اینا رو که با هم جوین کردی 50 امتیازی شدی، میای روی این پله وای میسی. اینجا روی این پله ما چی میخوایم؟ 50 امتیاز کف میخوایم. با 50 امتیاز کف ما میتونیم روی این پله اقدام کنیم. خب درست. اقدام تو انجام میدی روی ویزای 491 توی این پله. تو میخوای 190 بگیری، میخوای 189 بگیری، اوکی اشکال نداره، اقدام تو اینجا انجام بده، برو پله بالا، یعنی برو اینجا نمره اضافه کن، زبان اضافه کن، بیا اینجا. اینجا دوباره نگاه کن این شانسات چیه. مثلا زبان گرفتی 10 امتیاز اومدی بالا 60 امتیازی شدی، حالا 190 تو اقدام کن، بیا این پله. باز ناتی گرفتی، برو پله بعد، 65 امتیازی میشی، تو رشته فیزیک میتونی 189 رو اقدام کن، 189 تا اینجا اقدام کن. این روش بهت کمک میکنه که تو هر مرحله شانسای خودتو باز کنی. ولی اون روشی که تو میخوای یه ذره بری از بالا وایسی و حالا همه امتیازاتتو پر کنی بعد اقدام کنی، ممکنه از دست بدی فرصت ها رو. این متد بهت این کمک رو میکنه. حالا اینکه ناتی بگیری بگیر، ولی تو استپ اول نیاز نیست. استپ اول انرژی تو روی اسکیل اسسمنت بذار، انرژی تو روی زبان بذار، ثبت کن، بعد برو گامای بعدی. آخه من چون 2 ماه آیلتسمو آزمونشو دادم، گفتم شاید چون الان آمادگی دارم همین الان برای ناتی هم اقدام کنم بهتر باشه، برای همین پرسیدم. ببین تا همین جا هم من نظر شخصی دارم میگم با تمام احترام به مخاطبم، من تو این جلسه کاملا آزاد صحبت میکنم، نظر شخصی میدم، تو میتونی قبول نکنی آخر نظر منو، تصمیم با خودته، ولی من اون چیزی که واقعا به نظر میاد میگم. به نظر من تو الان نمره‌ای که داری لیسنینگ 8.5، یعنی همین نمره آیلتست کاملا داره پدیدار میکنه استراتژی منو که دارم
چیزی که میگم، ببین تو الان به نظر من اشتباه رفتی، مطمئنم برای این نمره آیرس چقدر زحمت کشیدی؟ فکر کنم 2 سال اگر زبانت از بچگی بود، 6 ماه. 6 ماه به اضافه یه عمر زبان خوندن از بچگی آره دیگه، بون، آره بله 6 ماه که نمیشه این نمره اگر. ببین این نمره ای که تو الان داری، خب خب به نظر من اگر که خودت آدم سختگیری نبودی، بدون شک الان استرالیا بودی، بدون شک دارم بدون با این اطمینان بهت میگم. چرا چرا نیستی؟ چون استراتژی اشتباهه، یعنی تو الان اصلا نباید اینقدر رو آیس وقت میذاشتی، تو باید با یه نمره به نظر من پارسال 30 تا سن 5 تا مدرک 15 تا 50 امتیاز تو داری، آردی 50 امتیاز داری، تو این 50 امتیاز توی 6 ماه گذشته 100% دعوتنامه میشد بدون بدون 1% شک، این دعوتنامه بود. خب حالا تو تازه مجردی هم داری، تو 60 تا داری کفه، چون مدت ها مجردی داری، الان که 70 با نمره زبان، تو با 60 تا 190 هم شانس داشتی بگیری تو چند ماه گذشته، خب ثبت نکردی، یعنی از اون ور زیاد رفتی جلو. حالا حرفای من چه تأثیری درت ایجاد کرد؟ اقدام کنم زودتر، اصلا شک نکن بدل استرالیا میبودی، سازی نکن، خب میکنی حالا اقدام میکنی؟ گوش میکنی آره یا حتما. باز میری ناتی میدی؟ نه این دفعه گوش میکنم.